آقا ببینین، میخوام یه ویدیو توضیحی درباره ویدیوهای قبلی که دادم بگم، خب که هم تمرین تکرار بشه و هم اونایی که تازه کار هستن یه مروری بشه و هم اونایی که اوستا هستن بر هر تایید بکنن یا بر هر نقطه بررسی بکنن. مثلا بعدی ما اون ویدیوی بنیا کردن تو کنده دیوار بنیا کردن اینجا رو که اون ویدیو کاملا دادم، خب ولی الان مونده این کف بنیا کردن کف این، یعنی کف این کلاژ کلافه رو میخوام براتون ویدیو بگیرم. ولی قبلش باید بدونم آیا اصلا کسی میدونه اینا چجوری بنیا میکنن یا نه؟ ببینید گونیای این کف، یعنی این رو ما بگیریم کج نباشه، کاملا به محیط که داریم گونیا باشه. اگه اینو بلدی این که دیگه ویدیو نمیگیرم، ولی اگه بلد نیستین میتونین تو کامنت ها من بگیر. اگه لازم شد من گونیا کردن کف این رو یعنی نسبت به محیط رو براتون ویدیو میگیرم که چجوری این رو گونیا بکنیم. بنیا کردن کنج دو دیوارم اون اصلا باستم ویدیو میگیرم. و اینکه اگه خب یه همچین ساختمونی پور پنجره و اینا باشه تو خیلی مهمه دیگه، دیوار راست همیشه صده، ولی دیوار هایی که پنجره داره ما داستن داریم. اون پنجره که ما طبقه پایینش بریفتیم بهتون نشون دادم، این هم که پنجره دیگه هست و دیوار بزرگتر. این باستی که دیوار من بزرگتر باشه میرم اینجا یه دونه شمشه میبینیم، اسمان میبینیم از اینجا هم دیست هم رد میدیم یه شمشه اینجا میگیریم، بعد میرم بازم خورم بندی میکنیم و رفشی ندر میرم. این هم دیگه لازم نیست من هی ویدیو بگیرم بابت این همه مثل هم هستن، فقط الان دارم توضیحی میدم. این هم اوژیفیلیزی که اینجا داریم خیلی زیاد ما تا کلوم رو گرفتیم، اول میاد اینا رو نصب میکنیم و شنگ تراز میکنیم و رو ست تکار میزنیم که برخار مشکل بداشت پیش نیاد و یا هینه کار نشکنه یا اینا خم نشه. این هم از خاکم این مختم اینجا بهش چسبیده و جایگزین خیلی خوبی واسه یه گچ سیمان و اینا هست. این خاطر ببینید اصلا محکم اینجا چسبیده، چون یه مقدار گچ بهش دادیم نه زنگ زده نه هیچ، و گچی هم که میکشیم به این قسمت میچسبه و اینو کاملا درست میکنیم. من الان سومین بار دارم اینو تاکید میکنم تو ویدیوام واسه اینکه خیلی مفیده براتون، یه چند تا ویدیو دیگه امیدوارم که این سبت ویدیو به دردتون بخوره و حتما بیان پیام بدیم و بگیم که لازم دارین یا لازم ندارین، تا من حرکی ویدیوهای مثلا بیشتر نیست و چیزی که لازم به ویدیو گرفتن نیست. موفق و معید باشید.